دلیل اصلی درگیری و فحاشی جدید فیمس حاجی و علی بروکس به هم، بچه های ما خیلی گوهن، یکی از یکی گوهتر، یه همچی آدمی رو بزرگ کردم که گوه بزنه تو رپ و یوتیوب فارس. آریا اصلا ولاگاش کسیر تاکسیگر ولاگ گرفته رفته ایتالیا، بینه حالت به هم میخوره. و ماجرای ویس لو رفته فیمس حاجی و صحبت‌های تندش در مورد آریا کیوکسر و علی بروکس و تاکسی گرل و فرشاد سایلت و بیوگرافیش. تو خیلی معروفه، خیلی فیلماتو می‌بینم. جاکتم داداش، من کوچیک احسان. این الان داشت اینجا منو مسخره می‌کرد، گفت خیلی معروفی، من خیلی ویدیوهاتو می‌بینم. خیلی دوستم تو رو نزدیک بدم. ولی الان خب خیلی خوشحالم. به کوری چشم همه تو یه سال. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اگه اهل چرخیدن توی یوتیوب فارسی زبان باشین، حتما علی بروکس و فیمس حاجی رو میشناسین. علی بروکس که یکی از یوتیوبرهای خیلی قدیمیه که کار خودشو چند سال پیش شروع کرد و توی آلمان زندگی میکنه. چند سال پیش علی یکی از پرمخاطبترین یوتیوبرهای فارسی زبان بود، ولی از اونجایی که ویدیوهاشو منظم آپلود نمیکرد و گویا گرفتاریاش زیاد بود، توی این چند سال نتونست خیلی مخاطب جدید به دست بیاره و از اون طرف هم فیمس حاجی یه یوتیوبر 19 سال است که توی چالوس زندگی میکرد و با ساختن یه ولاگ توی چالوس و ربط دادنش به یوتیوبرهای معروف تونست با علی بروکس ارتباط بگیره و با حمایت علی قشنگ معرفی شد. و همچنین میدونین که همین چند روز پیش یه وایس از فیمس حاجی لو رفت که توی اون حرفای تندی رو علیه یوتیوبرهای دیگه میزد. حالا جالب اینه که توی این وایس بیشتر علی بروکس رو مسخره کرد و نکته جالبتر اینه که علی بروکس کسی بود که فیمس حاجی رو خیلی حمایت کرد و وقتی فیمس تنها چند تا ویدیو آپلود کرده بود، اومد و باهاش چند تا ویدیو ساخت و کلی تبلیغ برای فیمس حاجی کرد که مخاطبا از اونجا باهاش آشنا شدن و بعد هم که دیدن استعدادش خوبه و توانایی های زیادی داره، کم کم باهاش ارتباط برقرار کردن و فیمس تونست تنها توی 5-6 ماه راهی رو بره که شاید یوتیوبرهای دیگه توی 4 سال برن. خلاصه فیمس حاجی یه استعداد بود که ایده های زیادی هم داشت و برای همین بود که تونست مخاطبای زیادی رو به دست بیاره. ولی خب از چیزی که نمیشه گذشت اینه که علی بروکس توی معرفی فیمس حاجی نقش خیلی زیادی داشت. و اما بعد از پخش این وایس، علی بروکس اومد و به این ماجرا واکنش نشون داد و گفت که من فقط تبلیغشو نکردم، حتی اومدم پول بلیت ترکیه رفتنشو هم دادم و کلی کار براش انجام دادم. و از اون طرفم فیمس حاجی باز اومد و یه ویدیو منتشر کرد و یه جورایی گفت که حق با علی نیست. اما در نهایت این ماجرا باعث شد که فیمس حاجی یکم از مخاطباشو از دست بده و تنها توی یه شب 2000 تا از ساباشو از دست داد. و اما چیزی که جالبه اینه که فیمس حاجی توی اون وایس علیه آریام حرفای تندی زد و گفت که رادیو جوان به من گفته که به آریا پیام دادیم ولی قیافه گرفته و گفته با منیجرم صحبت کنید و در مورد تاکسی گرلم گفت که یه ولاگ ساخته و کلن داشته توش میلرزیده و در کل نظرش این بود که بچه های ما خیلی گوهن، منو نبین. بله، و اما بریم اول به وایس جنجالی فیمس حاجی گوش کنیم و برگردیم. بچه های ما میخواد یوتیوب شروع کنه، بعد برگشته من گفته که آقا میخوام بیام داخل ویدیوهاتو، پول بهت میدم و ما رفیق ما اینجور داستان ها. خب گفتم آقا من یه ساله دارم کار میکنم، حالا رفتم ترکیه ولاگ گرفتم، پاره شدم، جر خوردم، ریسک کردم، حالا الان رسیدم به این ویو، دیوونه نیستم. آره. یکی رو بردارم از تو خیابون، حالا پسر عمه رفیق من یا رفیق خودمو بردارم بیارم. علی مثلا رفیق منه، تو اکثر ولاگام هست، ولی بهش گفتم چنل بزنی من دیگه تو ویدیوام نمیارم. دلیل نمیشه میای تو ویدیوهای من، تو هم برای ویو گرفتن زرتی مثل آلپر بیای چنل بزنی. حالا آلپر گفت من بزنم، من موندم رو درواسی تو کشور غریب. بهش گفتم آقا چنل تو بزن که نتونست کار کنه، دو تا ویدیو داد ول کرد دوباره با اینکه کلی هم ویو گرفت. بچهای ما خیلی گوهن، یکی از یکی گوهتر، دلیلش اینه خیلی مغرورن. آریا اینا خیلی مغرورن، یعنی اصلا سمتشون نمیتونی بری. رادیو جوان با من مصاحبه کرده، میگه ما پیام دادیم به آریا، آریا میگه برید با منیجرم صحبت کنید. یا حسین مثلا چند روزش به من دایرکت داده و ما منیجری صحبت کردم، میگه ما پیام دادیم مثلا به تاکسی گرل، تاکسی گرل میگه برو با منیجرم صحبت کن. فکر کن بچهای ما خیلی گوهن، منو نبین. یعنی آریا بود الان میگفت تو اینجا چیکار میکنی، اصلا نمیشناسم، اینجوری باید برخورد میکنی، میگیری چی میگم؟ ما الان کلا 10 تا دونه یوتیوبر نداریم،
رو هم بذاری بچه‌ای که ویوش الان مثل چلسی من بالای 100 هزار تا چن، نه حامی بالای 100 هزار تا، نه آروین بالای 100 هزار تا، من کلا 7 8 حتی خوتن هم بالای 100 هزار تا نیست. مثلا به من میگن آقا علی بروکس تو رو آورد بالا، علی بروکس با من ویدیو داد، با گیم میکسر ویدیو داد اگه بشناسی، با ایکس امیدین هم ویدیو داد، با نمیدونم تئوس ویدیو داد، با تورتشو ویدیو داد، با همه ویدیو داد. یعنی علی بود کسی بود که با همه ویدیو میداد. خب کی اومد بالا؟ علی به من 10,000 تا ویو داد، علی ویدیو کلاب من و علی اولین ویدیو 6,000 تا ویو خورد. ما میگم آقا علی 10,000 تا ویور فرستاد سمت من، این 10,000 تا عمه من نیومد تکر 100,000 تاش. الان ویدیو آخر من 2 روز و نیمه 150,000 تا ویو خورد. علی تو یه هفته تو یه ما 150,000 تا نمیخوره یه دونه از ویدیو داره. که الان با من قهر کردن علی، اینا همه منو آنفالو کردن، خدا علی الان منو آنفالو کرده، منم همشون آنفالو سوختن. گفتم آقا کسی که ما آوردیم بالا الان چرا باید بیشتر از ما بیو؟ آقا استعداد میتونی کار کن. تو تای حرکتش این بود 4 تا پفک خریدی، رفتی خونه امیرخان نشستید گفتید آی بخورین کوچه، گفتید با توکیو خندیدی، من کونم پاره شد 1000 کیلومتر شبانه زدم رفتم، تو کار نکردی. میرم خونه من دیگه پفک میخورم. آقا تو اگه میخوای ولاگری، هی میگم من اولین ولاگرم، الان بهترینش به نظر خودم، به نظر خودم خودمم پر شدم، کاش خیلی خوبه، ریاکشنش خیلی خوبه، ولی ولاگاش کوسشره، مامی ولاگاش کوسشره، آریا اصلا ولاگاش کوسشره، تاکسیگر ولاگ گرفته رفته اونطالیا، ببین حالت به هم میخوره. 16 دقیقه ویدیو گذاشتن جسش داره میلرزونه، اسمش روی زمینه، اصلا یه وضعیت ولاگاشون میدونی. آریا تو گیم خیلی خودست، من خیلی قبولش دارم، من تو گیم خیلی تخمیم ولی اون کارش ردیفه، ولی نداریم ولاگی. بله، و اما حالا یکم به صحبت‌های علی بروکس هم گوش کنیم و برگردیم. من پول بلیته حاجی که رفت ترکیه رو من دادم، میدونستم مشکل مالی داره، واسه همین از قبلش بهش گفته بودم اوکی میتونی رو من حساب کنی، و اگه تو ترکیه به مشکلی می‌خورد من از تمام روابطم استفاده می‌کردم، از همه دوستام کمک می‌گرفتم که کمکش کنن که مشکلش حل شه. اگه پول کم می‌آورد، حتی اگه پول نداشتم، از زیر سنگ پول جور می‌کردم می‌دادم بهش. اگه به اجاره رسیدم دست 10 تا آدمم به خودم گرفتم آوردم بالا. سرم بالا میگیرم چون میدونم خودم تکی تکی بدون کمک هیچ کس اومدم بالا و خایه‌ای این اون تو دهنم نبوده بزرگ شد. ما فقط خایه مالی میکنیم. آره. 1,000,000 سابم داشته باشی، بازم رو پیشونی نوشته علی بروکس بزرگت کرده و خایه مالی. و جالب اینه که فیمس حاجی در نهایت اومد و معذرت خواهی کرد، ولی توی حرفاش میگفت که اون وایس واسه قبل بوده و من الان خیلی تغییر کردم. ولی خب خودمونیم حاجی جون، این وایس که برای چند روز پیشه، چطور توی چند روز تغییر کردی؟ و برسیم به اون داستان صدایه، همون صحبتایی که من کردم، حالا اسم یه سری یوتیوبر برده، گفتم این وایس من اون موقع خب خامتر بودم، این یه واقعیتیه، آدم وقتی یه کار بدی رو انجام میده به نظر من آدم باید سرشو بگیره بالا، نه اینکه مثل یه سری بچه ها میگن آقا سرتو بنداز پایین و معذرت خواهی کن. به نظر من سرمو میگیرم بالا، مثل مرد معذرت خواهی میکنم. بله، خلاصه این بود ماجرای کامل دعوای فیمس حاجی با علی بروکس و بقیه. حالا نظر شما در مورد این ماجرا چیه؟ فکر میکنید حق با کیه؟ حتما نظرتون رو بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.